از نخستین روز سال جدید میلادی واحد پول لیتوانی به طور رسمی از لیتاس به یورو تغییر کرد این تغییر به دلیل بحران مالی هفت سال به تاخیر افتاده بود اما در این مدت پول قبلی این کشور با یورو سنجیده می شد. تجربه مثبت دو کشور دیگر حوزه دریای بالتیک یعنی استونی و لتونی که به ترتیب در سالهای 2011 و 2014 به واحد پول مشترک اروپا پیوسته بودند سبب تشویق مقامات لیتوانی و انجام این تغییر شده بود به این ترتیب از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا همکنون 19 کشور با مجموع جمعیت 337 میلیون نفر عضو منطقه یورو هستند که در تصویر با رنگ آبی کمرنگ مشخص شدند. انتظار می رود که با پذیرش یورو در دراز مدت تولید ناخالص ملی این کشور سه میلیونی یک دهم درصد افزایش یابد و ضمن ترمیم بودجه و ایجاد تعادل در حسابهای عمومی سبب رشد اقتصادی شود. در این حال از زمان آغاز بحران مالی تا کنون 150 هزار نفر از شهروندان از این کشور مهاجرت کردند. رشد اقتصادی لیتوانی در سال 2015 درصد سقوط کرده بود اما احتمالا تا پایان سال 2014 به میزان 2.9 درصد افزایش یافته است. پذیرش یورو همچنین سبب تسهیل در صادرات محصولات لیتوانی به منطقه یورو خواهد شد. 60 درصد محصولات لیتوانی به کشورهای منطقه یورو و تنها 20 درصد آن به روسیه صادر می شود. یک تحلیلگر مالی میگوید برای بسیاری از ساکنان حوزه بالتیک که در میانی کشمکش روسیه با غرب قرار دارند قطعا نوعی احساس ناامنی همواره وجود داشته است اما به گمان من ایجاد پیوند با اقتصاد غرب می تواند احساس ثبات را در آنها تقویت کند دور شدن از روسیه به معنی استقلال در زمینه تامین انرژی هم هست با رسیدن پایانی شناور گاز طبیعی مایع موسوم به استقلال در ماه اکتبر کشور کوچک لیتوانی گاز مورد نیاز خود را از نروژ خریداری کرده و وابستگی خود به واردات گاز از روسیه را کاهش می‌دهد.